جنبش کارگری در سال 2013 سال 2013 به پایان رسید این سال نیز نظیر چند سال قبل از آن میدان کشمکش های شدیدی بین دو طبقه اصلی جامعه یعنی کارگران و سرمایداران بود سال گذشته سرمایداران و دولتهایشان برای رفع بحرانشان جز تداوم حمله به سطح معیشت کاستن از استانداردهای ایمنی در محیط کار و قطع یا کاهش بیمه های اجتماعی طبقه کارگر راه در رفت دیگری نیافتند. زنان و مردان کارگر نیز به مبارزه خود برای جلوگیری از تهاجم سرمایهداران به حقوق دموکراتیک و سطح رفاه خیش ادامه دادند و خواهان بهبود وضع شهروندان در جامعه گشتند. کوشش می شود با اشاراتی به مهمترین مبارزات کارگری تصویر گویا از این کشاکش ها به دست داده شود. بزرگترین اعتصاب کارگری ماه ژانویه سال 2013 در سه مجتمع صنعتی معادن طلای سفید آفریقای جنوبی روی داد. سه مجتمع غولپیکر صنعتی که سرمایه هایشان متعلق به کارفرمایان آمریکایی و بریتانیایی است اعلام کردند که بعضی از معادن قدیمی و کمسود را بسته و چارده هزار نفر از کارگرانشان را بیکار خواهند کرد. ده هزار کارگر بدون کسب توافق اتحادیشان برای لغو این تصمیم ابزار کار را زمین گذاشتند. 80 درصد ذخیره شناخته شده طلای جهان در آفریقای جنوبی قرار دارد. در اوایل فوریه ده هزار کارگر در آتن و اکثر شهرهای یونان دست به اعتصابی 24 ساعته زدند و خواستار توقف سیاست ریاضت اقتصادی از جانب دولت شدند. اعتصاب کنندگان علیه صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا شعار دادند که سیاست های اقتصادی را به دولت تحمیل می کنند. در روی پلاکارت ها شعار مرگ بر سرمایه هم دیده می شود. اعتصاب سراسری کارگران و معترضین تمام فعالیتها در یونان را با توقف جدی روبرو کرد در هشتم ماه مارس اعتصابات متعدد کارگری در سراسر اروپای غربی روی داد برای نمونه هزاران کارگر اتومبیل سازی در فرانسه علیه اخراج کارگران فلز اعتصاب کردند آنها دفتر سیتروئن را به عنوان اعتراض اشغال کردند در اواخر آوریل حدود ده هزار کارگر ساختمانی در مرکز ملبورن واقع در استرالیا به اعتراض علیه کاهش استاندارد ایمنی در ساختمانسازی راهپیمایی کردند. در اول مه، روز جهانی کارگر ده میلیون کارگر در پنج قاره جهان راهپیمایی های این روز را به صورت اعتراضاتی عظیم علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ها و تجاوز آنها به حقوق دموکراتیک شهروندان درآوردند. کارگران معترض خواهان ازدیاد دستمزدها، توقف سیاست ریاضت اقتصادی و احترام به حقوق و آزادی هایشان شدند. در اواسط جوان ده هزار کارگر شبکه راه آهن فرانسه با یک اعتصاب یک روزه هفتاد درصد از قطارهای این شبکه را متوقف کردند. آنها به طرح دولت برای ستکی کردن شرکت که به شبکه قطار فرانسه لطمه خواهد زد اعتراض داشتند. در همین ماه 57 هزار کارگر ساختمانی در استان کبک کانادا برای ازدیاد دستمزد و حقوق اضافه کاری یک روز اعتصاب کردند. در اوایل جولای هزاران کارگر پست در لندن علیه طرح دولت برای بستن هفتاد شعبه و بیکار کردن 800 کارگر و نیز افزایش دستمزد اعتصاب کردند. در اواسط جولای 25 هزار کارگر مجتمع نفتی NLC در هند علیه طرحهای دولت برای خصوصی کردن مراکز ذخایر نفت به اعتصاب چند روزه خود ادامه دادند. این اعتصاب علا رقم حکم دادگاه به توقف اکسیون کارگران ادامه پیدا کرد. اعتصاب سه هفته ای کارگران سویز استیل مصر در آگوست علا رقم سرکوبگری های حکومت نظامی ادامه پیدا کرد. اعتصابیون خواهان پرداخت سهمشان در سود شرکت هستند که قبلا از طریق مبارزه به کارفرما تحمیل شده بود. در اواخر آگوست، دوازده هزار کارگر نساجی در ترکیه برای ازدیاد 15 درصد به دستمزدهایشان اعتصاب کردند. در اوایل سپتامبر 80 هزار کارگر معدن طلا در آفریقای جنوبی برای افزایش 60 درصد به حقوقهایشان اعتصاب کردند. اتحادیه معدنچیان سرانجام مطالبه را به 10 درصد کاهش داد. در اواسط سپتامبر 55 هزار کارگر پست در چندین ایالت برزیل اعتصاب کردند. کارگران خواهان افزایش 15 درصد به دستمزدهایشان بودند. آنها پس از توافق با 8 درصد افزایش به اعتصاب خود پایان دادند. پلیس آفریقای جنوبی در 19 سپتامبر به روی کارگران معدن طلای سفید ماریکانا تیراندازی کرد و 34 کارگر را کشت. کارگران متعلق به مجتمع عظیم لونمین خواهان افزایش دستمزدهایشان بودند. در عواسط اکتبر کارگران حمل و نقل عمومی در روم پایتخت ایتالیا علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت دست به یک اعتصاب سراسری زدند و در خیابانهای روم راهپیمایی کردند بیست هزار نفر در این راهپیمایی شرکت نمودند در اواخر همین ماه پنجا هزار کارگر در جاکارتا پایتخت اندونزی تظاهرات کردند و خواستار افزایش پنجا درصدی دستمزدها و بهبود بیمه های اجتماعی شدند. در اواخر اکتبر میلیون ها معلم، دانشجو، دانش آموز و مردم معترض علیه طرح دولت اسپانیا برای کاهش بودجه وزارت آموزش کارها را متوقف کردند و در خیابانها به تظاهرات پرداختند. در اواسط نوامبر ده هزار کارگر پوشاک در بنگلادش پس از چهار روز اعتصاب حکومت را ناچار کردند با افزایش 77 درصدی حداقل حقوق ماهانه این کارگران موافقت کند. حداقل حقوق ماهانه که قبلا 38 دلار در ماه بود به 68 دلار در ماه خواهد رسید که هنوز کمترین حداقل دستمزد در جهان است. در ماه آوریل آتش در پنج کارخانه پوشاک موجب مرگ 1100 کارگر شد. در اواخر نوامبر هزاران کارگر نفت بخش عمومی و بخش خصوصی در بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی علیه اقدامات جنایتکارانه دولت و شبه نظامیان اسلامی دست به یک اعتصاب سه روزه زدند آنها خواهان قطع این اقدامات و تأمین امنیت مردم شدند اوایل دسامبر کارگران غذای آماده مشهور به فاستفود در بیش از 100 شهر ایالات متحده علیه کمی دستمزد و برای حق تشکل دست به اعتساب زدند. آنها خواهان افزایش حداقل دستمزد فدرال از 7 دلار و 25 سنت به 15 دلار و حق پیوستن به اتحادیه شدند. در مبارزات کارگران اروپا و آمریکا نقش زیانبار اتحادیه‌های رفرمیست زیر سوال رفته و بحث پیرامون ضرورت ایجاد تشکلهای کارگری رزمنده در میان پیشروان کارگری جریان دارد. همچنان که در خبرها آمده، مبارزه برای داشتن تشکل مستقل نیز از مطالبات کارگران است. در همین رابطه خبر گسست اتحادیه سراسری کارگران فلز آفریقای جنوبی از حزب حاکم کنگره ملی آفریقا قابل توجه است. این اتحادیه 338 هزار فلسکار را سازمان داده و به علت مخالفتهایش با سیاستهای دولت به ویژه در عرصه اقتصاد و حمایت آن از سرمایه داران علیه کارگران سریعا در حال رشد است. طبق مصوبات کنگره ویژه که 17 تا 20 دسامبر برگزار شد، اتحادیه فلسکاران به دلیل ایجاد نابرابری های نجومی و تحمیل فقر و حقوقی سیاسی توسط دولت و سرمایه داران به مردم تمام حمایت های خود از آن و کنگره ملی آفریقا را قطع می کند. طبق همین مصوبات اتحادیه موظف است برای ایجاد حزب سوسیالیستی اقدام کند که با قطع استثمار و تحقق برابری توسط کارگران آفریقای جنوبی های آنان را متحقق کند.